درود بر همیانان ارجمند، شاهین نژاد هستم در آدینه دیگر همراه با دوست گرامی شهرام آریان در خدمت شما هستیم برای پی گرفتن آنچه که ما فکر میکنیم روی جستارهای نظری که در هفته ها ماه های گذشته پر کردیم میتونه گره بخوره با وضعیت کنونی کشورمون و با تاریخ معاصرمون. در حقیقت فقدان اون عواملی که به عنوان یک ایرانی باید در ما باشه و نیست یا خیلی کمرنگ شده و وجود پارامترهایی در وجود ما که هیچ پیوند و هیچ سنخیتی با سرشت جهانبینی و جهاننگری ایران شهری نداره و متاسفانه در ما هست، ما رو دچار گرفتاریهایی کرده که تا امروز تأثیرش باقی است. در ماه‌های پیشین تو تمام نشست‌ها کوشیدیم که تا جایی که ممکنه گوهر و سرشت این جهان‌نگری و جهان‌بینی رو و چیزهایی رو که براش ارزشه و چیزهایی که براش آرمان هست رو بیاریم وسط، با این وجود توضیح بدیم که چگونه میشه یه همچین سیستمی، یه همچین در حقیقت جهانبینی ارزشمند و فرهنگ توانمندی زمین میخوره 1400 سال پیش. کوشیدیم که خارج از شعار و احساس اون چیزی که واقعا دلایل فرو افتادن ایران شهر در حمله اسلام به ایران بوده رو بررسی کنیم و بعد دلایل ماندگاری اسلام، و امروز میخواهیم بکوشیم در این هفته و هفته های آینده به این مهم بپردازیم که این باستابش در زندگی همگانی ما، زندگی جمعی ما در این سالها و در این دهه ها چی بود. یعنی به طور مشخص اشاره کنیم به مواردی که از جایی که نباید ضربه بخوریم ضربه خوردیم و بیش از پیش پررنگ کنیم برای همیانانمون که نجات از وضعیت کنونی نیازمند یک رستاخیز بزرگی برای ایرانی شدن هست، هم در اندیشه و هم در عمل، و با صرفاً یک قانون اساسی شیک و با حتی انگیزه خوب برای انجام تغییرات بدون اینکه کار به صورت گراسروت یا به صورت میدانی در میان مردم برگزار بشه و تحولات و دگرگونی های سترگی در نگاه جامعه ایرانی پیش بیاد، کار ما اصلا درمان نخواهد بود، حداکثر یک مسکنه که پس از مدتی اثرش از میان میره. حالا این رو میتونیم در قالب توضیحات درباره تاریخ معاصر بهش بپردازیم. شهرام گرامی درود بر تو و خواهش میکنم رشته گفتار رو به دست بگیر و بریم وارد یک فاز دیگری بشیم از سخنانی که مربوط به نشستای پیشینه ولی اونقدر به اصطلاح ابسترکت، اونقدر انتزاعی نیست و شاید برای خیلی از همیهنان حسی تر باشه چون به فضایی که داری زندگی میکنن نزدیک داره. درود بر بینندگان. بله، ما توی دو سال تا سه سال گذشته همش دستگاه های تئوریک برآوردیم، دستگاه های مدل سازی برای اینکه توان روشنگویی، توان توضیح پدید بیاد برای پدیده ها. چون من از نوجوانی همیشه در شگفت بودم که چرا ایرانی های امروز نمیتونن یه دستگاه توضیحی بسامان برای ناکامی کشورشون برآورن. این ناکامی خودشون هم همیشه میگن تو کتاباشون برمیگرده تا جنگای ایران و روس، شکست خوردن، بخش بزرگی از کشور رفت و پیش از اون هم که فرنگ رو به پیشرفت افتاده بود ولی اینا همراهی نکردن، نه اینا نه عثمانی ها. این گسل پدید اومد و هنگامی که گسل پدید اومد در پیش اون شکست پدید اومد و بعد روسا پیروز شدن و ایران به جهان نوین از راه درد و شکنجه شکست در آمد و دیگه هم نتونست درستش کنه و انقلاب مشروطه هم کم و بیش پس از انجامش ناکام مونده بود چون دولت ها نمیتونستن کار کشور رو جلو ببرن تا اینکه رضا خان پیدا شد و رضا شاه شد و بخشای از مشروطه رو تعطیل کرد و با یه جور استبداد روشن رای یا استبداد صالح میخواست کار رو جلو ببره و با این روش هم یه کارهای انجام میشد ولی باز تو نهاد دل مردم کار کردی چندان نداشت. و پس از او هم
پس از اون میان پرده 10-12 سالی که بعد پسرش تا اندازه همون راه رفت، او هم دوباره همین راه استبداد روشن رای رو، یا میشه استبداد شد بگیم تک سالاری یا فرمان سالاری دیکتاتوری، استبداد قاجاری قرون وسطایی که نبود، یه جور دیکتاتوری بود. فرمان سالاری ما اگه ترجمه کنیم مستقیما واژه دیکتاتوری رو به فارسی از دیکتاره در رومی باستان که میشه فرمان دادن، فرمان سالاری. این فرمان سالاری در این فرمان سالاری این دوتا پهلوی که بخشای از مشروطه تعطیل شد، یه کارهای دیگه به جاش انجام شد، اما تو روان ایرانی ها کار کرد چندانی نداشت. من ایرانی ها که میگم، ما لایه های گوناگون داریم، ما لایه های ایرانی تر داریم، لایه های برآمده از مهاجرین یا مهاجمین عرب اسلامی 1400 سال پیش داریم که من گفتم دور استان های مرکزی زندگی میکنن و پرسنل جمهوری اسلامی هم از اونها برآمده. ما تو ایران لایه های بسیار گوناگونی داریم که فرقاشون بنز سیاره تا سیاره است. ولی روی هم رفته در بدن میانگین این روزگار دو تا پهلوی هم اون کارکرد ژرف رو نداشت که اینا مایل بشن به زندگی پر از کار و کوشش رو به پیش رفت. پا شدن رفتن امام راحل رو آوردن. اون طفلی هم که از آغاز گفته بود که من همه هدفم اینه که هر آنچه رو که تا الان رشته شده پنبه کنم، از اول هم دقیقت گفته بود از سال 42 و بعدش هم اومد و الحمدلله همه چی رو پنبه کرد و کشور یه جورایی حتی به یه پایگاه فروتن از زمان قاجار فرو پاشید. انظر روحی الان ایران زیر زمان قاجار به سر میبره. زمان قاجار شما یه شاهی داشتید که نمیدونم به خود شاه ایرانی میگفت، بالاخره نمیدونم تاجی که همین قاجارا سرشون میذاشتن نامش تاج کیانی بود. یعنی اون بابا یه احساس مسئولیت رو به این کشور میکرد. الان مثلا امام رفته دار دسته رو برداشته اوورده، ما برگشتیم به روزگار مستقیم پس از مثلا شکست ساسانی ها، مثلا از خلفای راشدین میزنن و میکشن و میبرن و نمیدونم چارتیکه میکنن و شکنجه میکنن و بعدم به حالت عجیب و غریبی مثل همون عربای روز اول میدزدن به یه حالتی که اصلا بیننده سرسام میاره از این آز به دزدی که تو این گروه های اسلامی عربی هست. اون تشنگی گرفتن غنیمت که اینو من باید بچلونمش و تا جایی که میتونه فشارش بدم اسارش رو بگیرم، بیعلاقگیش به تولید، بیعلاقگی همزمانش به تولید. این ببینید، این یه کارنامه سراسر ورشکسته است برای این 400 سال گذشته. یعنی ما حالا بخشای مثلا خوبشه که مال صفویه رو گفتیم که خوب در گیومه که اینا اومدن دست کم کشور از دست رفته رو از دیدگاه نهاد کشور برساختن. اوکی، دستشون درد نکنه، خدا پدرشون بیامرزه. و هر وقتم که من اینجا از شاه اسماعیل و اینا ایشا گفتم که این زحمت رو کشتن که مینندام خوششون نیومده، چون الان زیر دست این شیعه بازی گیر کردن، الان به اون شیعه اول در حقیقت بعد بیرا میگن. و در حقیقت پس از این کار بزرگی که صفویه انجام دادن که دست کم بنیاد هستی کشور رو دوباره برساختن پس از آیین ساسانی ها، ولی از همون زمان خود همون صفوی ها، از همون صفوی اول گرفته تا شاه عباس بزرگ که همه بهش بزرگ میگن، اینا همه از نظر روحی ورشکسته بودن. وگرنه مسافرین رهگذارهای فرنگی هیچ وقت اون گزارش های نسبتاً خیلی منفی رو در مورد فرهنگ کاری ایرانی ها نمیدادن. حتی می گفتن که روان شاه عباس با انجام یه جور خشونت مرکزی و اون مهری که ایرانی ها همیشه به انجام فرمان شاه داشتن که صفوی ها دوباره زنده کرده بودن، امنیت مسافرتی و اینا پدید آورده بوده در راه ها، امنیت بوده، سرمایه گذاری بوده. ولی همون رهگذارهای فرنگی که این خوبی ها رو میگن و گایم میگن امنیتش خوب بود، ولی از بیعلاقگی بی همانند ایرانی ها رو به کارهای تولیدی و استمراری سخن میگن که میگن کارشون فقط بزن و ببره. و خودش هم بعدن نشون میده، یعنی این ناکامی اینقدر بزرگ بود که شاههای صفوی، حالا من جمله خود شاه عباس، باید پامشتن میرفتن مهاجرین ارمنی میوردن چون اونا باز یه خورده حال کار کردن داشتن. مال خود مسلمونا که اصلا هیچ چیزی رو نکته جالبی گفتی شهرام جان، چون بخش بزرگی از تاریخ صفویه در دوره شاه عباس
تشویق به مهاجرت ارمنی ها و گرجی ها از ارمنستان و گرجستان به درون ایرانه، یعنی از مناطق مرزی به درون، به ویژه اینا رو جایگزین کردن توی استان کنونی اصفهان، حالا چه در شهر چه در جاهای دیگه. و خب خیلی از اینا سردمدارای حتی سپاه شدن، ارمنیا که خب کار فنی میکردن، پیشه‌ور بودن و فلزکار بودن و صنعتکار بودن. و اینو برخی میگفتن چرا شاه عباس اینقدر تشویق میکرده و بعد حتی فشار میورد برای مهاجرت، همچنان که گفتی نیروی که کار انجام بده، شما اگه بخوای اونجا نمیدونم 40 ستون بسازی، بخوای میدان نقش جهان بسازی، یه سری باید کار بکنن. با این مسلمان بزن و ببر نمیشه. درست کاملا. البته یک کسی ممکنه بگه خب عثمانی‌ها مگه خورده چیز میساختن، اونا از کجا کارگزار می آوردن؟ از تو چه پنهون بخش بزرگ کارگزارها شد مسیحی بودن. کاملا. مال اونا همین بود. حالا به هر حال خلاصه این مسلمونا با این فرهنگ بزن و ببر و با این بی‌علاقگیشون به سازندگی و با این آزشون رو به دزدی و غارت، این فرهنگی که در این کشور مونده بود از پس از سده پنجم هجری که ایرانی‌ها دیگه کاملا چرخ‌گوش شده بودن و اون لایه‌های زرتشتی از بین رفته بود، همه یه ملت نیمه بزن و ببر شده بود. حالا ما دیگه مثل نمیدونم مثلا عرب نمیدونم اردنی نشده بودیم یا مثلا عرب حجاز، ولی نیمه بزن و ببر شده بودیم، یعنی این فرهنگ تولیدی دیگه نبود. درست. من عرض کردم که مثلا بررسی‌های باستان شناختی هم نشون میده که مثلا برداشت مالیاتی که ساسانیا از عراق داشتن، چون نه که تو درهم شمرده میشد و میشه سنجید پیش و پس از اسلام رو، در بهترین دوره های عباسی ها که بهشون اصل نمیدونم طلایی زرین و اینا مال اسلام، یک سوم زمان قباد بوده. یک سوم، یعنی چنان پاره پوره کرده بودن همه دستگاه های تولیدی رو که پس از اینکه تازه مدیر ایرانی برداشت بودن آورده بودن عباسیا، پس از 200 سال حالا وزیر و وکیل ایرانی آوردن از عمر زاکروس، خودشون که بهمدالله این عربا مسلمان فکرشون دزدی بود، بعضی حالا مدیر ایرانی از اون ور برداشته بودن آورده بودن و این بازسازی کرده بود و کلی بازسازی کرده بود، تازه شده بود یک سوم زمان قباد. شاید جان این تغییر جهانبینی رو جدا از مسائل آماری و دیتاها، مثل همین مسئله برداشت فرآوردهای کشاورزی تو یه منطقه به فاصله 200 سال که به قول شما تو اوجش تازه دوره عباسی یک سوم آنچه که دوره ساسانیان در زمان قباد و انوشیروان برداشت می‌شده میتونستن تولید کنن، که نشون میده تفاوت نگاه ایرانی و اسلامی چقدره. توی زبان زدهای مردم تو ضرب المثل میشه تا اندازه دید. حکایتی داشتیم همه همیانان احتمالاً خوندن یا شنیدن دست کم که یک مرد بسیار بسیار سال خورده ای مشغول کشاورزی بود، داشت درختی میکاشت و اینا، و انوشیروان بهش میگه که من خیلی برام جالبه، فکر نمی کنم تو فراورده این درخت رو ببینی، یعنی عمرت قد نمیده. و حالا نمیدونم انوشیروان بوده یا بزرگمهر بوده، در حالی که بزرگان در دوره ساسانی. و اون مرد سال خورده میگه که دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما میکاریم تا دیگران بخورند. این جهانبینی رو شما بیایید بسنجید با زبانزدی که در دوره اسلامی احتمالاً شاید تو همین 300-400 سال اخیر افتاده توی دهن ما، که خیلی شرم‌آوره، که میگوید دیگی که برای من نجوشه میخوام سر سگ توش بجوشه. یعنی شما از پیرمرد 90 چند ساله‌ای که داره میکاره، چون بالاخره انسان‌ها خواهند ماند و این آبادگری است و پیامد این آبادگری سودش به بقیه هممیهنان همشهری‌هاش و فامیلاش میرسه، تا نگاهی که میاد میگه اگر قرارت از این دیگ من چیزی نخورم، حاضرم سر سگ توش بندازم که هیچ کسی چی نخوره. اینها به نظر من یه مقدار باریک‌بینی است در فرهنگ مردم، چون فرهنگ مردم به هر حال اصلا این جهان بینی برمی‌خیزه دیگه، که نشون بده شهرام جان چه سقوطی ما کردیم و از این نمونه ها کم نیست. ببینید کوتاه میشه کرد، چون ما که در مورد اینا شاید 30-40 برنامه داشتیم از زاویه‌های گوناگون، الان سرش دوباره باز نکنیم. تو یه جمله میشه گفتش که آز به کار و تولید تراکتور مانند، از صبح تا شب کار کردن و تولید کردن، تبدیل شد به آز به دزدی.
یک آز بسیار سترگی رو به دزدی اسلام در انسان پدید میاره، چون بهش میگه ما به خودی خود حق رو پیدا کردیم، این حق اندر باطل رو جستجوی اینا هم دیگه لازم نیست، پژوهشی علمی چیزی اینا، ما همین چون اشهد خوندیم بهترین حقیقت رو پیدا کردیم، بقیه هم در هر صورت بی خود میگن، بریز بکش مالشو بدزد. یه چیز عجیب، یک انفجار عجیبی رو به دزدی، اونم دزدی با وجدان پاک، یعنی یارو ارث پدرش میدونه وقتی یارو داره میکشه و میدزده ارث پدرش میخواد ازش بگیره. این یک آز بسیار بزرگ رو به تولید و تبدیل کرد به آز بسیار بزرگ به دزدی سازمان یافته. اینا رو که ما خیلی گفتیم، ما الان با تاریخ معاصر کار داشتیم که این آوار این آدمای نیمه بزن و ببر شده، حالا یه نیمی از اون قدیم تو روحشون مونده، نیمی همین عربی اسلامی بیابانی شده، اینا رسیدن دیگه به صفویه و صفویه نهایت کاری که تونست با اینا بکنه این بود که بیاد، یه کار بزرگی بود از این خراب دونی که مونده بود، این بنیاد کشور ایران رو دوباره برسازه، امپراتوری رو دوباره برسازه، نه به نام امپراتوری سلجوق و نمیدونم این یکی سلطان اون سلطان، به نام امپراتوری ایران. دست کم اون پایه از دست رفته سیاسی رو برسازه. اما دیگه ملات انسانی که به اینا رسیده بود، که خودشون هم از اون جنس بودن، این بکش بکش ها که شاه اسماعیل میکرد، نمیدونم این استخوان‌های سوخته رو که استخوان‌ها که از گور می‌برد رو می‌سوزوند و شلاق می‌زد، از این کارهای عجیب و غریب، اینا تو خب ایران باستان وجود نشمسی، چون همچه کولی بازی های روانی بازی های خود اینا بچه، خب همین 800 سال ایران سوخته و مالی خوریای اسلامی آدم کش دوست شده بودن، یعنی برآمده از همون باطلاق بودن، از میادش بادن نمیتونستیم بیاریم. درست، اینا نهایت فقط همت آسمانی که انجام دادن که تو تاریخ بی نظیر بوده، میبینید اسپانیایی هم حتی شبیه نبود بیرون انداختن اسلام، چون به اینا که از جای کمک نرسیده بود. درست، این بابا اون اسپانیایی ها 100,000 نفر شوالیه آلمانی جنگجوی شکست ناپذیر از پشت بهشون کمک کردن تو گذر 200 سال. شاه اسماعیل با 18,000 نفر از تبریز بلند شده علیه 1,000,000 داعشی، سر همه رو بریده به تنهایی و این کشور رو دوباره استقلال روحی و اجتماعی و سیاسی داده، به نظر من تو تاریخ اصلا بیمانند. حالا ما همش تو سر این صفویا میزنیم که این سر آغاز همین ایران ناکام نوین بود، قبلش که اصلا سوخته بود چیز نبود، نظر تاریخی بیماننده، ولی دیگه ملات روحی سوخته بود. یعنی شما به عنوان گیرون بانو شاه اسماعیل اومدی این کار رو کردی که اصلا پهلو میزنه مثلا با جهانگشایی های اسکندر، دقیقا از نظر جنگ کلاسیک هم اسکندر دوم بود شاه اسماعیل، با 18,000 نفر پاشو 15 تا 16 تا 17 تا نبرد پای یک و همیشه با برتری 3-1 تا 6-1 دشمن همه رو ببر تا این سرزمین دور بگیری، از دست اسکندر هم این بر نمی اومد. ولی حالا شما این هم دلیری نشون دادیم، آخرام یه سری تصمیمات درست هم گرفتی که نمیدونم نام خودتو بذاری شاهنشاه، نمیدونم یه خدای نکرده امامی، نمیدونم خلیفه ای از این نامای گرگور نذاری و نام این کشورم بذاری همون کشور شاهنشاهی ایران، دمت گرم، اوکی. ولی دیگه ملات انسانی به این افراد نرسیده بود که اینا بعدش بخوان ساخت و ساز مدل ساسانی انجام بدن. با کی؟ بهتر از اون بلد نبودن. بلد اصلا نبود، اصلا کسی وجود نداشت. این کشور تبدیل شده بود به کشور ایلیاتی. اونجا دیگه اون کشاورزای نمیدونم سکناگزیده و کارازموده ساسانی بود، چون زمان ساسانی ها جامعه ایران یه جامعه کشاورزی شهری بود. بله، یا اون شوالیه های جنتلمن که چون جنتلمن سربازاش بودن که شطرنج بازی میکردن و تو وقت آزادشون چنگ میزدن و شطرنج بازی میکردن، مثل همین مثلا سربازای مثلا اروپایی آلمانی انگلیسی مثل قرن 18 هم. درست، فردریک کبیر بود که تو وقت آزادش مثلا موسیقی می نواخت، چند تا سمفونی بزرگ از اون مونده، تو وقتای آزاد میره نبردا می نواخت. درست، تو قزلباشا شما همچه آدمایی نمیتونستی پیدا کنی. اصلا نه، تو تمام مسلمونا. درست، جز آدمی که فقط یا داره به زن بچه مردم تجاوز جنسی میکنه یا بچه داره لواط میکنه آدم نمیشه، پرسون همینا بود. درست، و آزی هم جز دزدیدن و لواط نداشت این پرسونل. خب این با چیکار بکنی؟ میخوای با این ایوان کسرا بسازی و کنارش نمیدونم اون دانشکده های مثلا مدل ساسانی تو گندی شاپور و اصلا میسر همچین چیزی؟ این برخی از افراد هستن که این اواخر هی با چماق تو سر شاه اسماعیل میزنن، اینه در نظر نمیگه که کشور اصلا کامل سوخته بود، چیزی نمونده بود.
و این کاری هم که اینا کردن یه کار آسمانی نشد بود که اسکندر هم میگم از پسش بر نمی اومد تو جنگ کلاسیک با زمان تیر و کمان و شمشیر این کار رو انجام بدی، فقط به وسیله همت. ولی پس از این که این انجام شد و این کشور برساخته شد، ملات انسانی برای گام‌های سپسین وجود نداشت. کسی که متوجه بود که ما الان باید چند گام فراتر بریم، مثلا خود شاه عباس بود. شاه اسماعیل که دیگه برآمده از همون دوران بگیر و ببکش ایلیاتی اسلامی اینا بود، چیزی تفلی جز این که فقط کوشش کنه بزنه بگیره فعلا برسازه این بعد از اونم حالا تهماس با اینا، اونام تو باقای کارهای ویژه‌ای نبودن، اونام گمان میکنه یک کشور دستشون افتاده، کشور خودشون با یه دین خودشون حالا دارن فعلا میگردن. اولین کسی که متوجه شد ما بعدن یه چند گام فراتر بریم یه کارهای سازندگی هم بکنیم فقط با این ساختنی داشتن یک کشور بس نیست، این شاه عباس بود. شاه عباس متوجه بود که شما ضرب ساختاری این کشور رو باید ببری بالا که بتونه از پس عثمانی ها بر بیاد، از پس فرنگی ها بر بیاد، روی ابرقدرت درست درمون بشه. اون میفهمید که فقط از پشت اسب نمیشه حکومت کرد، اونجوری که 800 سال دیوانه ها برای این کشور فرمان رانده بودن، دیوانه های ایلیاتی اسلامی بیابون این اون. شاه عباس یه جور خسرو انوشیروان اسلامی بود، ولی تفلی خب چون اسلامی بود خب سطحش از خسرو انوشیروان پایین تر بود. دوباره از اونم نمیشه همون انتظارات از اون یکی ها رو با همون بضاعت ممکن دیگه چیزی بود که از اونم نمیشه. اون تفلی هم که بالاخره فقط تو قرآن خونی و نمیدونم لواط با کودکان تو این فضا بزرگ شده بود. اینی که از توی مثل همین یارو مشاور رهبر خودمون هستش که با بچه ها لواط میاد، کی بود نوش فراموش کرد، معلم قرآن بود. سعید توسی این همش کاش این بود، مصابه کافش کاش این بود. و چون وقتی برآمده از این سیستم هستی بعد تازه از اون فکرهای شاه عباس اصلا به سرت میزنه، باید یه نابغه IQ 200 باشی که از تو اون لجنزار بر بیای حسن همچین فکرهای به سرت بزنه که اینجا الان باید ساختار راه انداخت، امنیت راه ها رو باید راه انداخت، کشاورزی رو باید برکشید، صنعتگری رو باید برکشید. ولی خب این بعد از یه مدتی با ترایل اند ارور، آزمایش و خطا، حس میکرد که با این قوم ما نمیشه، اینا همه روانی شدن، کارشون فقط بزن و ببره، شبیخون در بهترین حالت فقط تجارت، دلالی، کارهای بزن و ببر، حال کار استمراری کسی اینجا نداره. برای همین رفت ارمنیا رو آورد. در حقیقت کاری که شاه عباس میکرد مثل این بود که حالا محمد رضا شاه یه مقدار تعارفش بیشتر بود، وگرنه اونم اگه میتونست پا میشد میرفت یه مثلا یه 200,000 تا آلمانی برمیداشت میبرد. اون روش نمیشد دیگه مستقیما مثل شاه عباس بگی ما کاملا برشکسته ایم. البته ببینید خیلی جالبه راهی که هر جوشون آخر مجبور شدن برن، یکی بود چون این ملت اسلام نشسته اسلام زده برشکسته بود نظر روحی. آخر سر شاه عباس رفت ارمنیا رو آورد و 7-8 تا مشاور فرنگی. محمد رضا شاه میگم تعارف داشتی که روش نمیشد مستقیما درخواست اپلیکیشن بده به داخل اروپا بگه 500,000 نفر پاش بیرین اینجا. پاشود رفت 60,000-70,000 نفر مستشار آورد. درست. یعنی 60,000-70,000 تا مستشار، شاید تا 100,000 تا بشه رفت، آمریکایی و آلمانی و حقیقت یه جوری اونجا سکنا گزیده بودن. درسته، چون خیلی هاشون در 12 سال بودن اینجا. ولی دقیقا در حقیقت شهروندای اجاره‌ای بودن، چون خودش میدید که از دست ایرانی ها کاری بر نمیاد به جز داد و بیداد و به هم دشنام دادن و زیر پای هم دیگر خالی کردن، ادعاهای بزرگ برکشیدن و توانای اندک فراز نهادن چیزی که چند تاشون نیست. حالا این به این معنا نیستش که ما تو اون کشور مثلا ملک و شعرهای بهار هم نداشتیم، نمیدونم دکتر حسابی هم نداشتیم، هشترودی نداشتیم الاخر. یه قومیه که هم پیشینه نژادیش هم همون آریایی کلاسیک بودن، هوش مادرزادی تو خیلی هاشون بالاست، یه فرهنگ مثلا اون فرهنگ ایران کلاسیک تو خیلی از خانواده ها مونده، خب کششش با عربا ترکا اینا فرق میکنه، بله ولش میکنه از اینا هم آنی ازش میزنه بیرون. ولی موضوع درصد مهمه که نه اینکه یارو دکتر حسابیه رو ول کنی یا دکتر هشتر رو دیره این بره با این قوم بزن و ببر هی
سر کله بزنید بعد آخر فرسوده بشه که من با اینا چی کار بکنم. باید اون تعداد آدمای فهیم و کاری جورایی یا در اکثریت باشن که فایده کنه، یا اگرم در اقلیت هستن باید فضای فرهنگی یه جوری باشه که اون اکثریت مهتری اینا رو بپذیره و هر چی اینا میگه مثل برده فرمان ببره. درست. که خودش هم مثلا میخواد مثل این بشه. ما در ایران اینو نداشتیم. ما در ایران یه چیزی حدود 5% 10% آدمایی داشتیم، بیشتر 5% تا 10% آدمایی داشتیم با منش همون کاری و اینا که داخلش همین حسابی و هشترودی و خاندلی و اینا برآمده بود. 5% موجودی داشتیم، 5 به زور 10، 5 بیشتر. 20% دزد آزمند اسلامی داشتیم که اون تو اون تاریک خانه فقط منتظر بود که نوبتش بشه بپره بیرون گلو یارو رو بگیره بکشه به بچه تجاوز کنه پولا رو بدزده، همینه که بعد از انقلاب اومدن. و اون وسط هم یه 70-75% داشتیم که به گذار تاریخ بیخاصیت شده بودن، نه کاملا دزد و اسلامی و اینا بودن، نه اونجوری تولیدی مدل کلاسیک بودن، یه جوری سر میکردن، اونم بیشتر با سیستم همین نیمه دلالی و حالا ببینیم چی میشه و خدا بزرگم اینا. تو این فضا آخر سر خب آیت الله خمینی چون اون 20% دزدا و آدم کشا رو رهبری میکرد، آخر تونست توی نبرد مردامرد اون 5% رو بزنه کنار. حالا اون 5% هدفشون این بود، اگه ازشون میپرسیدی، اگه خیلی روک میپرسیدی، مثلا مثل خود محمد رضا شاه که میخواستن با یه جور دیکتاتوری صالح به زور اون فرهنگ کاری رو به اون 70% بیخاصیت دلال مانند و بعدن حتی به اون 20% آدم خورا تحمیل کنن. روشون نمیشد به این روکی که من میگم بگن و شاید به این روکی مثلا زر تاریخی نمیدونستن، چون هیچ اونا مثلا دوست نداشتن به خودشون اقرار کنن که این کشور 1000 سال پیش کاملا سوخته رفته. یعنی اصلا به محمد رضا شاه میگفت اصلا خوشش نمیومد همچین چیزی رو بپذیره. ولی برای همین هم بود چرم جان که صحبت از 2500 سال شاهنشاهی ایران بود و محمد رضا شاه فقید هم روی مطلب تاکید میکرد، جشن 2500 سال هم که به نظر من کار خیلی درخشانی بود، نام این جریان 2500 سال شاهنشاهی ایران وسطش یک گپ، یک گسستگی بسیار طولانی بود. یعنی ما با یزید سوم شاهنشاهی ایران سقوط کرد، خیلی 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 بخواهیم میگه به اصطلاح فرجه بدیم ارفاق کنیم، باز شاید بشود گفت که البته از نوع اسلامیش از دورش شاه اسماعیل بروز کرد، که البته اون چیزی که ما میبینیم مثلا در ادامهش اواخر صفویه یا دوره قاجار کلن باز دوباره کاملا یک چیز سلطانیست، یک رژیم سلطانیست. برای ما 2500 سال نداشتیم، این خود نشون میداد که شاه فقید و حالا رایزنانی که در کنارش در این زمین سخن میگفتن مثل زندیات شفا میکوشیدن که این شکست رو حاشا کنن و بگن ما هموناییم که این 2500 سال پیوستگی داریم و این تمامش ارثیه ماست، با تعارف یه جوری سرتش رو هم بیارن. آدم منم درکشو میکنم تا اندازه‌ای، ولی معمولا سیستم های تعارف رو تو به بیرون میتونی بکنی، با خودت نه. ولی با خود نه، در رو که میبندی دیگه با رایزنات صحبت میکنی، اونجا باید این راستی رو با هم در میون بذارید. ولی مال سیستم ایران اینجوری نبود، اینا در رو میبستن خودشون هم بخوشون تعارف میکردن. این تنها کسی که تعارف نداشت فقط همین امام راحل بود. اون همونی که میخواست تفلی همونم میگفت، واسه همینم پیروز شد برای اون یکی ها. اون یکی همش تعارف داشتن و با تعارف دارن تو تاریخ کسی به جایی نیسته. آخه اون بیچاره اون حرفشو میداد چرم، میگفت اقتصاد مال خره، کسی که باید گوش میداد گوش نمیداد که این چی میگه، این که این حرفا رو زده بود. و تفلی دارم از روی مطالعات اسلامی میگفت. درسته. یعنی همین امام خودمون اگر الان زنده بود میووردیمش تو این تیم دو نفری سه گوشه باش صحبت میکردیم، تو تعجب میکردی که این داد و بیداد نمیکرد، قشنگ اونجا آروم میشست و با همون زبان دستور زبان عجیب فارسیش از مسائلش دفاع میکرد. مثلا این حرفا رو میشنوید قشنگ، بعد میگفتش که مثلا شما به کفر دهریه دوچار شدی. خب یعنی دهری شدی، یعنی دقیقاً سیستم هم داشت. میگفت مثلا شما
از همین مفسدین معتزله شدی. یعنی برای همه چی هم واژه داشت، دقیقا نظر فلسفی میدونست چی میخواد. دلیل پیروزیش هم در همین بود که میگفت آقا هر کسی که دنبال سازندگی و اینا هست این دیوونه است، این دنبال همون مسائل معتزلی و ایناست. معتزلی هم یعنی آیین زرتشتی که میخوای به صورت اسلامیش بکنی. اونا هم میدونست دقیقا این معتزله است، کافر فلانه، ما چیزی که میخوایم همین علابازی و ایناست، بگیم سر این مخالفا رو ببریم و مالشون هم تقسیم کنیم، مصادره کنیم و بعد همین شبکه مافیایی خودمون رو درست کنیم و بخور بخور. و این هم همون سیستمیه که پیامبر اسلام هم با همین سیستم کار کردی، زده بقیه رو کشته، مالشون رو تقسیم کرده، قریش هم از پا در آورده، بعدم دنبالش ریختن کشورهای همسایه هم موفق شدن همین کارو بکنن. اونا دقیقاً طفلی میدونست چی میخواد و میتونست با واژه هم دفاع کنه ازش. که آقا مطالبی که شما میفرمایید این همش تباهه، این که همش به سازندگی جهان میپردازه. ولی ما داریم این وریا بودن که تو رو دروازه تعارف مونده بودن و حرف وکو نمیزدن و کار روشون نمیشد بگن که تز بنیادی اسلام دشمنی با سازندگی و دشمنی با خرد آزاد فردیه. حالا اینا یو پامیشم میرن برات، مثل قوطه عطارم که هست، ده ها جا از قرآن و ده ها حدیث و اینا، حالا ما بعدن به جزئیاتش بخوایم بپردازیم میگیم، سایتش میپردازیم، ولی من معمولا تو برنامه نمیارم که شنونده هی گیج سایتشن نشه، که برات مثلا از العلمو العقلو هی برات میگه که در این مبحث در اون مبحث. ولی وقتی به تک تک جاهایی که در قرآن اومده دنبال کاربرد علم یا عقل نگاه کنی، همیشه از این صحبت میکنه که تو حرفایی که الله میزنه آخر قبول داری یا نه. اگر داری به علم واقعی دست یافتی، علمم یعنی که دانستی که ایشون راست میگه، درسته. العقلو هم فقط در این زمینه کار میکنه که تو تونستی تشخیص بدی ایشون درست میگه و اگر نه میایم خودمون به حمدالله سرتو میبریم، اگر هم نه تو اون جهان الله سر به داغمز گلود. این درک از علم یا عقل، این که علم و عقل نیستش که، دانش و خرد اونیه که فردی کار کنه و آزاد کار کنه. یعنی یارو آدمی که مثلا به همین مباحث ایران شهری هم باور داره یا علاقه داره، هر لحظه ببینه یه جایی مثلا کوروش کبیر یه جنایتی کرده، باید به راحتی بگه ایشون اینجا جنایت کرده، من آنالیز کردم اینجا کارش درست نبوده، یا خسرو انوشیروان اونجا بیخود کرده اینجوری کرده، یا علاقه. اینا میگه یه آدم با دانش و خرد آزاد فردی. مال اونها خب کارش همش از بین بردن این مسائل بوده، ما تو برنامه گفتیم بهش نمیخوایم بپردازیم. لو به داستان اینه که این کشور از زمان صفویه که بنیاد سیاسیش دوباره توی معجزه تاریخی با همین ضرب شمشیرین شاه اسماعیل اسکندر دوم تاریخی بازسازی شد، یه 40-50% نه از 50 کمتر، یه 30-40% دستمون اومد، چون قبلش همه چی از دست رفته بود. ولی اون 60% دیگه، 65% دیگه، اون فرهنگ سازندگی تولیدی زمان ساسانی بود، اون نگاه فردی، وجدان فردی، اینا به دینشون میگفتن دعینا. دعینا ترجمه زبان اوستاییش میشه وجدان فردی، اصلا باور نکردنیه. اینها دیگه نه، از این خبرها دیگه نبود. ما هم آدمایی بودیم که صبح تا شب قرآن میخوندن و تو این احادیث اونا گم شده بودن، یه عرب نمیدونم از زمین و زمان بیخبر و سر این اون ببارم شده بودن الگوهای رفتاریشون. این کتاب هم که همش پر از داد و بیداد و دشنام و تهدید دیگران بود، شده بود کتاب اصلیشون. خب این تو این سیستم موند. اینا هیچگاه نمیدن بگن پارادایم های نخستین ما الان الگوهای بنیادی نوین ما الان شده تولید، مثل تراکتور تا اینکه از خستگی سکته کنی ببینی. اینو نشد، پید نیمد. برای همین بود که مشروطه هم محکوم به شکست بود. اونا که میگن مثلا پهلوی ها یه جوره کودتا کرده اینا رو به زور زدن کنار، اگه نمی کردن چقدر خوب میشد، اینا در نظر نمیگیره که آقا اصلا فرهنگ تولیدی کاری اونجا وجود نداشت. تو میخوای دموکراسی رو با یه مش آدمی که همش کارشون بزنه ببره، میخوای به کجا ببری؟ دموکراسی برای آدمایی ساخته شده که اینا مثل تراکتور میخوان کار کنن، بعد فقط از این گلایه دارن که منی که دارم مثل تراکتور کار میکنم، چرا دولت به من مثلا به اندازه کافی حق انبازش یا اشتراک تو مباحث تصمیم گیری نمیده؟ من چون دیگه نمیتونم درست انبازش کنم تو تصمیم گیری ها، برخی تصمیم گیری ها مثلا به بیراهه رفته، اگه ما تقسیم مسئولیت کنیم مثلا بهتره.
این مال آدمایی که در صورت میخوان مثل تراکتور کار کنن، نگرانیشون فقط از اینه که تصمیم گیری ها نابهینه باشه اگه فردی باشه، یعنی تو یه نفر تمرکز باشه، نه مال یه آدمایی که همش دلاله میخواد بزنه ببره. اونجا بهش دموکراسی کاری نمیکنه. در حقیقت ما وضعیتی که مثلا درگیری هایی بود که آخر به 28 مرداد فرجامید، اصل داستان این بود که روزنامه رو که نگاه میکردی همش در حال فوش خوار مادر به دربار بودن، اونایی که مثلا انتقادی داشتن، اگه کسی هوادار دربار بود در حال فوش خوار مادر به اونا بود. و مبحث کلی هم فقط این بود که چون کسی طرحی واسه توسعه واسه سازندگی نداشت، واسه کسی اون که حال کار کردن هم نداشت، که این بود که ما بزنیم این نفته رو مثلا ملی کنیم، بعد به مدد درآمدش اینو پخش کنیم مثلا این شما میدونم مثلا این افراد مثلا ونزوئلایی در حقیقت شما با همون فرهنگ پول یارانه مثلا پول آفرین در حقیقت یه جور احمدی نژاد مدل کرواتی اون زمان که حالا نه با اون منش احمقانه، ولی در حقیقت ذهن همون بود که ما این پول رو مثل آفتابه پخش کنیم روی گلها یا هر کسی چیزی بهش برسه. همون فرهنگ بیت المال بود که با هم دزدی کنیم با هم برادرانه تقسیم کنیم. این این بود که بالا مال دزدی دیگه وجود نداشت چون فرنگی ها پیشرفت کرده بودن نمیشد دزدی کرد، باید پول نفت مال ملی پول نفت رو میفروشیم پخش میکنیم. طرح دیگه ای نبود و داد و بیداد و اینا که آقا این پول رو بالاخره به ما کی میدن. خب اونم که نمیشه که اون انگلیسی اومده قبلش رو سرمایه گذاری کرده، زور نظامی هم داره، اگه میخواد بیرونش کنیم باید یه طرحی هم داشته باشه که بعدش چجوری میخواد تسلط رو بگردونه الی آخر. من وارد جزئیات نمیخوام بشم، ولی اصل مطلب اینه که اون کسایی که میگن مشکل استبداد پهلوی بود، نه نظام اشتباه میکنن. مشکل این بود که تو اون کشور هزار سال کسی حال کار کردن نداره. و اینی که مشکل مال استبداد نیست و به سادگی میشه ثابت کرد. مثلا شما در اروپا دو تا کشور داشتی، اینا نژادشون جرمنی بود و فرهنگشون هم پروتستانت بود از کاری. یکی استبدادی بود که پروس بود، در ادامهش آلمان مثلا بیسمارکی. یکی انگلستان بود که از اواخر قرن 18 هم دیگه میشه دموکراتیک شمردش. درست. با پوزش میخوام. این اصلا با هم فرقی نداشت نظر کار آمدی. حتی شاید پروس سرآمدتر بود. حالا اونو من نخواستم بگم، ولی خدا گواهیش پروس از اونا 50% هم کارآمدتر بود. و فساد اداریش از اون دموکراتا به شدت هم پایین‌تر بود. خب این چه ارتباطی بود میونه دموکراسی و سازندگی که هی همه جا گفته میشه؟ نه آقا، سازندگی بر بنیاد فرهنگ کاری میاد. درست. که یک کسی الگوی بنیادیش تو زندگی این تراکتور کار کردن و مسائل جلو بردنه. حالا بعد از اینکه سازندگی از یه حدی دیگه شکوفاتر شد، سرستای خود مردم کم کم در میاد که چرا من مثلا شریک نیستم تو پروسه‌های سیاسی. درست. البته ما اینجا بخیل نیستیم. حالا چه بدونم اگه 28 مردادی هم نشده بود، شاید مثلا اونا مونده بودن، چلپ چلپ اومده بودن، الان یه کشور درجه 3 بالاخره ایران می بود، دیگه مثلا الان اینجوری هم نبود، نمیدونم چی میشد. ولی به اون سادگی که اون کسایی که داخل این درگیری‌های سیاسی هستن گمان میکنن نیست که اگه مال من پیروز شده بود چی میشد. نه آقا، اونم به سرنوشت شاه عباس تو چه میشد. در اونجا خیلی جالبه، کسانی که ایراد میگیرن که شاهان پهلوی قانون اساسی رو نقض کردن و به جایی که نمیدونم سلطنت کنن حکومت میکردن و این گونه مسائل تر میکنن، که عموما نیروهای غیر مذهبی هم هستن، اینها به خودشون بد نیست یه زحمتی هم بدن که اگر قانون اساسی رو شاهان پهلوی میخواستن رعایت کنن باید 5 مجتهد میامدن تا مصوبات مجلس شورای ملی رو تصویب میکردن. باید بر اساس قانون اساسی شاه ایران، اساس قانون اساسی 1265، شاه ایران باید نگهبان مذهب شیعه اثناعشری میبود، تمام هموغمش رو برای حفظ و نگهبانی و گسترش این مذهب حقه جعفری به کار می‌بست. شما تصور بکنید شاه کشور هم مقامش رو بذاره در گسترش مذهب حقه جعفری، از سوی دیگر 5 مشتهد هم بشنن بخواهد مجلس شورای ملی رو مصوباتش رو تایید بکنن یا رد کنن. خب شما می‌خواستید که محمد رضا شاه یا حتی رضا شاه پیش از اون این قانون اساسی رو رعایت بکنن. به نظر من اگه کاریم تو اون کشور انجام شد تو اون 50 خورده سال، قطعاً به خاطر همین بود که اینها خودشون مقید به این جریان نکردن و خارج از چارچوب قانون اساسی که 1265 تصویب شده بود کار کردن. حالا همون ایراد رو کسایی میگیرن که عمدتاً نیروهای بسیار لایق و غیر مذهبی هستن و میگن آقا اگه شاه به
به قانون اساسی وفادار بود، اگر رضا شاه فلان بود اینجوری نمیشد. من فکر میکنم که یا قانون اساسی رو باش آشنایی ندارن یا اینکه خیلی بی‌انصافی میکنن در این تحلیل. ببین، من وارد این جستار آخر سر تو جزئیاتش که تا چه اندازه مثلا داخل یه جور دموکراسی اون مدلی که مثلا روانشاد مصدق دوست داشت میشد آخر یه کارای کرد، نمیدونم این 5 تا مجتهد هم یه جورایی مثلا تعارفی گذاشت کنار کارای خودو کرد. من وارد اون جزئیات نمیشم، چون این طرفین هستن که هوادار و مخالف و اینا 50 ساله به جونم افتادن 60 ساله در حقیقت ول نمیکنن. ما اون ذهن خاورزمینی و اون دشمنی های نمیدونم قبیله ای که 80 ساله پیش، من نمیخوام سر اونو باز کنم. ولی لو به داستان اینه که حتی که طرف مثلا سلیقه مصدق پیروز میشد و میومد جلو، احتمال این که میتونستن کارای سازندگی ماندگار و اساسی بکنن من محدود میدونم. برآورده من بیشتر اینه که با اون فرهنگ اسلامی بخور بخور حمله ای روابط قبیله ای مافیایی کمین پارتی بازی تو جوامع اسلامی از این برمیاد، قبیله ای مافیایی تقسیمی دزدی بزن و ببر دلالی، شما اگه دموکراسی هم اونجا می داشتی و با اون بیمیلی به کار و کوشش و تولید که تو اون مردم هست، احتمال این که یه دموکراسی پوپولیستی حتی یه چیز شبیه پاکستان اتوش می اومد بیرون زیاد 90-95% 95% بود. احتمال اینکه میتونست یه دموکراسی تولیدی بشه 5% بود. ما بخیل نیستیم که اصلا شدن پیروز میشدن همچی خوب میشد چه میدونم، ولی خرد با آدم میگه که احتمالش این که چیزی باید. حالا این یکی هم که اومد با دیکتاتوری صالح کار کنه، اینم با مغز سر آخر خورد زمین. چون لب داستان اینه که در اون کشور یک بیمیلی آسمانی رو به کار کردن و به همکاری هست. داستان ما توی نشست‌های دیگه که به همین تاریخ معاصر میپردازیم اینه که تراژدی بزرگ ایران اینه از دید من که مهتران سیاسی روشن‌اندیشانه که داره و داشته، اینها به مسائل بررسی‌های بنیادی فرهنگی، به پارادایم‌ها، به بن الگوها و اندازه صفرم علاقه ندارن. اینا همه غرق فقط در ستیزهای روزمره سیاسی هن و همه شون هم کاملا برای این باورن که اگه من فقط من بیام سر کار، بعد میبینی با 4 تا سیاست درست اونجا رو برات منقلب میکنم. انگار مردم یه خمیرمایه مفعولن که شما بعدا بیای هر کاری میخوای با اینا بکنی، اینا مثلا اونجوری بشن که تو دلت میخواد. فرهنگ بنیادی یک کشور یه چیز بسیار کانسرواتیویه، خیلی خیلی محافظه‌کار، از خودش پدافند میکنه. آخر سر این انقلابی که شد درش دیکتاتوری میکتاتوری اینا نبود، اینکه هر کی میگه به نظر خوش مسخره کرده. شما توی اون خیابون که ریخته بود به هم میرفتی یخه تظاهرات کننده ها رو میگرفتیم، از 20 نفر یک نفر جدی به تو برمیگشت میگفت من اینجا کمبود انتخابات آزاد اینا من رنج میده. از 20 نفر 19 نفر مسائلش چیزای دیگه بود. اون نظمی که روزگار پهلوی برپا کرده بود آزار میداد افرادو. شست و رفته باید لباس بپوشی، شست و رفته بری سر کار، منظم باشی، دست و پاتو جمع کنی، لوده نباشی. این برای بخش بزرگی از جامعه مثل شکنجه بود. زنت نباید کوتک بزنی، نمیدونم به همسایه اقلیت مذهبیت باید احترام بذاری. این داشت میکشت افراد رو. من بعدن در نوجوانیم، برای اینکه انقلاب وقتی بود من 5 سالم بود نایده بودم، با خیلی ها صحبت کردم، شاید با 500 ایرانی، یعنی بدونی که خودش بدونه، داشتم اینترویوش میکردم. و مسئله اصلی 95% چیزهای دیگری بود، آزادی نبود. و بخش بزرگش وقتی میکافتی بدونی که یارو اقرار کنه، چون هیچ کسی خودش داوطلبانه اقرار نمیکنه که من حال اصل کار کردن ندارم، این مسئله نظم زمان پهلوی بود، شکنجه الهی بود براشون. به عبارت دیگر برای اینکه برخی آدم حسابی بشن مشکل داشتن، حس میکنن با پس گردنی میخوان آدم حسابیشون کنن. امام هم بهشون گفتش که اگه با من بیاید ما برمیگردیم به سیستم نعلین و آروغ و من هر کسی رو که تا الان لب و فروش بوده میکنم سرلشکر. و این درست همون چیزی که میخواستن. یادمه که مجله قدیمی رو ورق میزدم مال پیش از انقلاب، شاید
7-8 سال پیش از انقلاب شدم بیشتر، ما دهه 40 خورشیدی بود، قانونی گذرانده بودن که اگر کسی آب دهان بر زمین بیاندازه مأمور کلانتری باید جلبش کنه ببره و بعد جریمه نقدی میشد، که تو دهه 40 خورشیدی 1 تومن بود. حالا 1 تومن مثلا بازم رقمی نبود، ولی همین که ببرنش کلانتری صبح تا ظهر معطل بشه، این به کام خیلی تلخ اومده بود. آقا آب دهان منو چه کار داریم؟ من حق دارم آب دهان رو زمین بندازم. یعنی این که من میخوام نکبت باشم، نمیخوام متمدنانه زندگی کنم، برای برخی شده بود ابراز گردن کلفتی. نه 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 نه، برای برخی، نه برای برخی، برای 90%. ببین شما اگه نگاه کنی، مثلا ببین به فیلمایی که مونده از زمان محمد رضا شاه، الان 40 سال گذشته، اگه 40 سال مونده بود که الان یه جای دیگه بود. شما مثلا فیلمایی که از فیلمای کمدی یا هر چینا، یا مثلا یه صحنه از شهربانی رو نشون میده، اون مثلا چه سروان که اونجا نشسته یا اون گروبان، از نظر نظم لباسش و رفتارش شما فرقی با یه گروبان یا یه سروان آلمانی اون موقع نمیبینی. درست. درست. خیلی عجیبه. درست. ولی مال الان فیلمای جمهوری اسلامی که نگاه میکنین، فیلمای اخبار، اخبار یعنی یارو هیچ منظور بدی نداره، میخواد خودش خوش نشون بده. درست. میخواد مال شهربانی باشه، الان که میگن انتظامی چی میگن، میخواد سپاه باشه، بسیج باشه. حتی یارو وقتی کوشش کرده خودش مرتب کنه، چون دوربین داره میاد، این هم موشیه که از تو زباله‌دونی اووردی گذاشتی اونجا جلوی، هیچ منظور بدی هم نداره. این روح فضل حاکمه دیگه، فضل روح اسلامه. یکی دیگه از همین قوانینی که اون موقع من دیدم، وقتمون رو به پایان اینم بگم، جالبه، قانونی گذاشته بودن که کسانی که با پیژامه به خیابان بیان، کلانتری باید اینا رو بگیره. بعد شما میدیدیم مثلا یکی میومد با پیژامه، با دمپایی پاره و یه زیرپوشی که حالا احتمالاً کثیف هم بود، از سر کوچه را میافتاد میرفت تو کوچه اون برتر، مثلا دم میوه فروشی، و یه حالت گردن کلفتی و قدرت هم بهش دست میداد که قانون رو شکونده، مأمور کلانتری هم نیست الان بگیرتش. این جزء مبارزات، عرض کنم خدمتتون، با قلدری های به قول خودشون موقع شهربانی محسوب میشد، که نشون بده شهرام جان در تایید سخنت برخی خیلی انگیزه برای انقلاب داشته، چون نمیخواست. امام گفت اگه منو بر سر کار بیارید، من اجازه میدم که دوباره همون جوری کامل نظر اسلامی وا برید. بیشتر از این چیزی پشتش نبود. درست. من لب و فروش رو میکنم سرلشکر، نمیدونم چاوکش رو میکنم رئیس انتظامی و الاخر، و بعد نعلین نمیپوشی، پشت کفش تو میخوابونی، آروغ میزنی، تریش میذاری سر کار. اصلش این بود، اصل انقلاب این بود. ولی خب روشن اندیش ایران باور نمون، بسیار با زبان ساده و روکی اصل مطلب رو گفتی. نه ببین، من تو آلمان بزرگ شدم، من ایرانش وقت ندیدم درست حسابی، ولی با صدها ایرانی که صحبت کردم، برایندش این بود که برای من آلمانی در حقیقت بیرون اومد. درست. بسیار خوب، بسیار سپاسگزارم. منم بهشون خوش میگذره 100%. ما هفته های دیگر هم که به صورت هفته در میون دست کم در خدمت همیانان هستیم، این بحثا رو واردش خواهیم شد که واکنش ها چی بود، چرا در زمان انقلاب به خاطر همون آسیب های 1400 ساله هیچ کسی سر جاش کار درست انجام نداد. و هرها حتما دوباره یک گریزی میزنیم به صفویه و اون چیزی که توی این 400-500 سال گذشته، برای اینکه ما به هرها به طور مستقیم میراثخور این دوره دوروقتانه. و از همیانان ارجمند خواهش میکنم که حتما به کانال یوتیوب برن، اونهایی که با یوتیوب برنامه نگاه نکردن و میخوان که برنامه های پیشین رو ببینن یا برنامه های آینده رو، براشون یک به اصطلاح پیام بیاد که بدونن برنامه تازه اومده، برن یوتیوب، به کانال به فارسی بنویسن نوزایی ایرانی، نوزایی ایرانی، یا به انگلیسی بنویسن ایرانیان رنسانس، ایرانیان رنسانس یا نوزایی ایرانی به فارسی بنویسید، لوگوی جنبش رنسانس بالا میاد که سیمرغ بر فراز البرز کوه در حال که داره طلوع خورشید هم انجام میشه حضور داره، اون نشانه است، متوجه میشید که کانال رو درست گرفتید. برید اونجا سابسکرایب کنید و برنامه های پیشین رو خواهش میکنم وقت بگذارید، الان که بخاطر کرونا خیلیاتون در خونه حبس هستید و کمتر بیرون میرید، ببینید، فکر میکنم که پشیمون نخواهید شد. شهرام جان سپاس بسیار و بدرود به همیانان تا فرصت دیگر. بدرود.